درود و مهر بر تک تک شما دوستان عزیز. با یه پنه خوشمزه و متفاوت و عالی رسیدیم خدمتتون. اینجا رو نگاه کنید، عطرش فوق‌العاده است. اونم به خاطر چی؟ به خاطر تکنیکی که روش اجرا کردیم. پنه محبوب دلها، خیلی عاشق پنه هستن و این میتونه یه تنوع متفاوت باشه براشون. یه چند تا دونه من از روی این ظرف جدا کنم، یه تست کوچیک بگیرم ازش. جای همگیتون خالی. لابد پیش خودتون میگید این پنه متفاوت اسمش چیه. پنه دل مرغ درست کردیم با یه سس ویژه که عطر باربیکیو طبیعی ازش گرفتیم. قبل از اینکه برید رسیپی رو ببینید، این ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید، ما رو از کامنت های پرمهرتون مستفیض کنید و با شوق و اشتیاق برید دقیقه دقیقه این ویدیو رو ببینید، این غذای خوشمزه رو بپزید و عشق کنید. با این مجموعه کوچولو موچولو و جذاب و خوش رنگ قرار خوشمزه ترین پنه دل مرغ رو درست بکنیم، اونم با یه سس بی نظیر و معطر. و الان میخوام بهتون بگم که مواد اولیه‌اش چیه. من اینجا حدود نیم کیلو دل مرغ دارم که قشنگ شستمش و گذاشتمش، آب اضافهش رفته و مطابق آموزش ساندویچ دل مرغ میخوام نواری خوردش بکنم. سه تا گوجه فرنگی دارم، دو تا دونه بادمجون، دو تا فلفل کاپی قرمز، یه دونه پیاز، چند حبه سیر و در نهایت یه بسته پنه. حالا میریم که با همدیگه مراحل تهیه‌اش رو ببینیم. قبل از اینکه بریم سر گاز، من یه توضیح کوچیک خدمتون عرض بکنم. با این فلفل کاپی و بادمجون و گوجه فرنگی میخوام یه سس خوشمزه برای پنم درست بکنم و لازمه که قبل از انجام این کار هر سه این بزرگوارا برن روی توری و کباب بشن. یعنی در اصل میخوام اینا رو کبابی بکنم و با ترکیبشون یه سس عالی خوشمزه به دست بیارم. حالا بریم سر گاز. توری کباب پز رو گذاشتم روی شعله پلو پزی و این عزیزان رو چیدم روش تا به صبر و حوصله کبابی و مغز پخت بشن. این از فلفل کاپی، بادمجون که یه برش عمقی دادم تو شکمش تا حین کبابی شدن قشنگ بپزه، و گوجه فرنگیارم چشمش رو در آوردم که وقتی کباب شد راحت بتونم پوستش رو بگیرم. فقط شعله کم باشه. اینا رو هم هی این ور اون ورش میکنیم که همه جاش کباب بشه و بعد که آماده شد میرسیم خدمتتون. حقیقتش بعد از اون ساندویچ دل مرغ که بسیار خوشمزه و جذاب بود، تصمیم گرفتم که پنشم درست بکنم، اونم با یه خلاقیت جدید. میدونید عزیزان، دل مرغ خیلی خاصیت داره. پروتئین، چربی، کلسیوم، منیزیوم، پتاسیم، خلاصه مطلب بهتون بگم، ویتامین آ و سی، زینک، ویتامین B12، سرشار از آهن، همین کوچولو موچولوها. پس بهتره که تو چرخه غذایمون قرارش بدیم. اینا رو نواری میکنم. بادمجون و گوجه و فلفلم داره سر گاز کباب میشه و نمه نمه همه رو با هم دیگه آماده میکنیم. اینجا رو ببینید، بادمجونم قشنگ پخته، پوست روشم کبابی شده، اینم از فلفل کاپیا و در نهایت گوجه کبابی. البته پوست همه اینا بایستی گرفته بشه. من اینا رو از روی توری جمع میکنم، میذارم تو یه ظرف تا آروم آروم به دمای محیط برسه که بتونم راحت پوستش رو بگیرم. گوجه و فلفل و بادمجون رو پوست کندم. فقط یک نکته، بعد از اینکه از روی گاز برداشتید تو هر ظرفی گذاشتید روش رو پوشش بدید که این یه خورده دم کنه، راحت تر میتونید پوستش رو بگیرید. تحت هیچ شرایطی بادمجون رو حین پوست کندن زیر شیراب نگیرید، طعمش خراب میشه. برای هر غذایی که بادمجون کبابی دارید این نکته رو رعایت کنید که طعم بهتری ازش بگیرید. انا این سه تا عزیز رو میخوام بریزم تو این دستگاه غذاساز و یه سس بی‌نظیر ازش در بیارم. این از گوجه نیاز به خرد کردنم نداره، زحمتشو دستگاهمون میکشه. فلفلا رو بعد از اینکه پوست کندم دونه های داخلش رو در آوردم.
بادمجون هم شکر خدا دونه دار نبود، نه اینکه نباشه، کم داشت. در رو ببندیم و دستگاه غلظتش رو ببینید، در همین حد عالیه و چه ترکیبی شد. بوی اون فلفل کاپی و عطر اون بادمجون چه کرده تو این سس. این الان آماده است دیگه، اینجا کاری نداریم، به اتفاق میریم سر گاز. داخل فوق یه تیکه کره انداختم، یه مقدارم روغن میریزم که قشنگ با هم دیگه ترکیب بشه که اول پیازمون رو درست کنیم. یه دونه پیازی رو که داشتیم نگینی خیلی ریز خورد کردیم و به همراه این روغن کره تا جایی که سواک و نیمه طلایی بشه تفتش میدیم. تو همین حینی که پیازم داره سرخ میشه میخوام پنه هارم بذارم که آماده بشه. یه بسته پنه دارم، وزنشم 500 گرمه. الان میخوام بریزم توی آبی که در حال جوشیدنه. یه مقدارم نمک بهش اضافه میکنم. نیاز نداره که روغن بریزیم توش تا به هم چسبندگی پیدا نکنه. شعلم هم متوسطه، این نمه برای خودش جوش میخوره. تو این حین ما کار موادش رو انجام دادیم. به یک نکته توجه کنید، لازم نیستش که پیاز داغ درست کنید، همینقدر که عطر پیاز به مشامتون بخوره کافیه. من تو این مرحله میخوام 3 حبه سیر له کنم و بریزم داخل وک که به همراه این پیاز یه تفت کوچولو بخوره. چه ترکیبی میشن این دوتا با هم دیگه. این آماده است و الان نوبت این دلای نواری شده است که بره به پیاز و سیر بپیونده. شعله گاز بالا، سری اینا رو هم میزنم جوری که آب نندازه و رنگ دلا تغییر کنه. آخه شما نگاه کنید چقدر خوشگله، چقدر من اصلا از این صحنه کیف میکنم. عزیزان آشپزی واقعا خلاقیته، نترسید، ریسک پذیر باشید، با طعم‌ها بازی کنید تا یه مزه جدید به دست بیارید. قرار نیستش که همیشه غذاهای کلیشه‌ای بپزید. تنوع توی سبک غذایی باعث میشه که آدم ذائقه‌اش خوش‌خوراک بشه. کل تایم پخت دل مرغ 10 دقیقه نیست. سری رنگ عوض میکنه و به خاطر بافت لطیفش خیلی خوب میپزه. من الان اینجا میخوام زردچوبه اضافه کنم، ادویه 7 قلم، این حدود 1 قاشق مربا خوریه، ادویه ویژه، پودر آبیشن، نمکم آخر سر میریزم زمانی که میخوام سسم رو به این ترکیب اضافه کنم. به به. دوستان در رابطه با ادویه های مسئله به خدمتون عرض کنم. پرسیده بودید ادویه ترکیبی و ویژه چیه؟ من این ادویه ها رو به صورت آماده از پیج زعفران کشاورز داخل صفحه اینستاگرام می‌خرم. اگر تمایل دارید ازشون خرید کنید برام کامنت کنید که آیدی پیجشون رو بهتون بدم. اینم از 1 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی. گفتم یه تفت کوچولو میدم که بوی خامیش گرفته بشه. کلی ادویه های مصرفی ما رو با خیال راحت میتونید از ایشون سفارش بدید. این تبلیغ نیست، از اونجایی که خیلی پرسیده بودید دارم راهنماییتون میکنم. حالا وقتشه که سس خوشمزه‌مون رو به این ترکیب اضافه کنیم. نگم براتون که چه عطری رو انداخته، یعنی فوق‌العاده است. یه طعم جدید برای پنه ایجاد کرده که میتونه براتون جذاب باشه. توی این مرحله من یه خورده از موادم چشیدم و حسی میدونم که چقدر باید بهش نمک اضافه بکنم. اینم از نمک صورتی 1 قاشق مربا خوریم.
و در نهایت یه قاشق مربا خوری هم پولدیبر می‌ریزم. حسن پولدیبر اینه که مثل فلفل قرمز هندی معده رو اذیت نمی‌کنه. شما یه طعم تندی دلنشین روی زبونتون حس می‌کنید ولی اذیت نمی‌شید. بعد نکته جالبش اینجاست که هرچی بیشتر میپزه اون طعم تندیش رو بیشتر آزاد میکنه. شعله رو کم میکنم که این یه چند تا جوش با هم دیگه بخوره و یه خورده غلظتش بیشتر بشه. سس هم داره آماده میشه. از اونجایی که نمیخوام اینو بذارم دم، زمان دادم که پنه ها بیشتر بجوشه که قشنگ نرم بشه. این الان آماده است. خب از تولید به مصرف شعله زیرش رو خاموش میکنم. از داخل قابلمه نگاه کنید آب اضافهش داره میچکه، میریزم توی بول. تهشم خالی کردم توی این آبکش و تمام. حضرت پنه شما نگاه کنید، حسابی داره دلبری میکنه. نیستید اینجا ببینید چه عطری را انداخته. این محبوب دلها میشه. از اونجایی که ذائقه ما ایرونی ها شاید پنه رو به این شکل نپسندیم، من یه در میذارم روش که یه کوچولو بخار بزنه، چیزی حدود 5-6 دقیقه، و بعد داخل ظرفم سروش میکنم. حدود 10 دقیقه زمان دادم با شعله خیلی کمی فقط بخار بزنه. توجه کنید دم نذاشتیم و گذاشتیم یک کوچولو بخار بزنه و کار ما اینجا تمومه. به به، هنه دل مرغ ما با سس ویژمون آماده شد، همینقدر خوشمزه و خوش رنگ و معطر. اگر این ویدیو رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم این غذای خوشمزه رو بپزن و از خوردنش لذت ببرن. گاهی متفاوت باش، بخشش را از خورشید بیاموز که ترازوی ندارد و فرقی نمیگذارد و به همه از دم نور و روشنایی میبخشد. محبت را بی محاسبه پخش کن، دروازه های قلبت را به روی همه بکشا و باور داشته باش به خدایی که در همین نزدیکی است.